به نام خدای مهربان، عرض سلام احترام تقدیم همه شما دوستایی که بیننده روستا هستین. دوستای عزیز، امروز من همدوم در کلینیک مجری خدمت شما دوستا یک ویدیو رو تهیه می‌کنم از خوبی ها و مشکلات کلینیک فرعی صحی مجری. از جمله آقای رضایی، حیات الله رضایی، پیشنهاد داده بود که یک ویدیو درست کن از کلینیک مجری تا که از مشکلات و خوبی هایش دوستایی که دور از وطن با خبر شنه. خدمت شما آقای رضایی و دیگر دوستایی که در اروپا، آمریکا، استرالیا هستین و همچنان در کابل و هرات، ما فعلا همراه دکتر ردرم که دکتر صاحب خیلی کوتاه بلدیزمو و مشکلات و خوبی های کلینیک را بیان مونه. دکتر صاحب سلام. سلام بر شما. خوب هستین دکتر صاحب؟ الحمدلله شما خوبین، خیرات باشه. تشکر، سلامت باشین. خب دکتر صاحب، مشکلات و خوبی هایی که کلینیک داره بلدی دوستایی که بینندیزمو هسته اما را بگین. تشکر از شما آقای نوا و تشکر از آقای رضایی و یک سلام گرم خدمت عنایت الله رضایی که در خارج هستن تقدیم میکنیم. خوب های کلینیک برای کلگی معلوم هستن، از جمله خوبی هایی که فعلا در کلینیک وجود داره این است که مریضی که در اینجا میاد به صورت همینطور منظم و خوب تداوی میشه. خوبی های ویژه از این کلینیک هستن و مریم روی کمبوتات کلینیک خیلی زیاد کمبوتات دارن، از جمله بخش خود اوپیدی که کارت ندارن. برای مریض آجیل که میاد کارت ندارن، ما مجبور میشیم تا سر چوکی تا اینجا نشسته است تا اینجا سیرو میشه وصل مونم. حتی مریض که زیاد میشه دو پیش پنجره میشنم سیرو میشه وصل مونم. و بعضی کسا که نیاز ده اکسیژن پیدا نه، راه خرابه، راه مسدود میشه، بخصوص زمستان که بخاطر یک اکسیژن اگر رستگی شما خوب، اگر نه شما خوب، اگر انسان از بین بره. یا کمبوتات کلینیک است. خب دکتر صاحب، در زمانی که کرونا اینجا اوت چی بود، این دو ماه پیش نه مش مشاهد چی بودیم، چقدر مردم واقعا شما دیدین که نیاز به اکسیژن داشتن؟ حتی مو از جمله دو سه مریض رو وش کردیم که اینجا به خاطر که نفس تنگی داشت رفتن از مجری کشکتن، نه در کابل رفتن. بله، ما خود شاهد زمین صحنه بودیم که برادر عظیمی عاجز این اینجا عظیمی مریض شد، خودش به زبان خود گفت ما باید کابل برم که ما مشکل تنفسی دارم، اکسیژن در اینجا یافت نمیشم. اونمون رفتن کابل، بعد از یک عظیمی شفایاب شد، دوباره برگشت. و خیلی کسا که نیاز در اکسیژن پیدا کردن مراقبان کردیم، در جاغری هم اکسیژن نیستن و اکسیژن در اون زمان خیلی کمیافت هم بودن که اکسیژن این حیات یک انسان خیلی مهم است. چند بالون باشه اینجا؟ دو بالون. قیمت های بالون در تو معلوم است؟ قیمت های بالون هر بالون 4000 افغانی. هر بالون 4000 افغانی بدون اکسیژن. خب انشالله که کسی پیداش نه و کمک کنه، خیلی نیازه. دوستای عزیز، این بالون که دکتر عرض کرد خیلی نیاز اساسیه. دیگه بعد از این ما میخواییم که شعبه بخش آجیل جور شود در اینجا که ما نداریم. اتاق هست، اتاق کلان، میخواییم یک اتاق دو اتاق جور کنیم. اونم یک هزینه نیاز دارن که یا یک نوپانی چیزا باشد که بین اتاق را نوپان بگریم برای مریضای آجیل جدا باشن. اینمی فعلا تا قدم اول باید کار شود. دواها فعلا دوا چی رقمه؟ ماهانه میه یا همون شش ماه بعد؟ دوا سه ماه بعد میه. خب هر سه ماه بعد دوا سپلای میشن از طرف مؤسسه که او نیاز نظر دم نفوس که نفوس مهاجری 5550 نفر تا خود وزارت صحت عامه ثبت هستن، دیتابیس هستن، نیاز مربوط مطابق لازمی نفوس مهاجری دوای سپلای میشن. ولی نفوس مهاجری به نظر من بیشتر از 5500 نفر هستن. خب که در اینجا ما در ماه 1100 نفر را پر میدیم در ماه، در ماه. یعنی که ما 12 ماه را ضرب 1100 کنم خیلی نفوس هستن، در سال خیلی زیاد میشن. باز دوا کفایت ندارن، قناعت بخش نیستن. حتی ما تصمیم داشتیم اگر یک پیشنهاد داشتیم، البته که اگر شما یک بودجه باشن که یک دوا بخش استراری باشن در منطقه که این زمانی نیاز پیدا مونه، یک بنده خدایی که نه موتر دارن نه
هزینه پرداخت متردرن اونو باید از این دوا استفاده کنه. در این منطقه موجود باشن جور شوید. خیلی خوبه. بله. دکتر صاحب زمستان مو پیش روی داریم. زمستان مجری خیلی سخته خوب. کلگی اوش کده نه؟ بله. دیگه چی نیازه بلده زمستان که مو آمادگیش دیشته باشه؟ استاد برای زمستان در قدم اول که پولیم اکسیژن 100% نیازه. از او دواهایی که مثلا مؤسسه که دوا میده دوایی که اما دمو چیزی که دمو قانون خودش هستن خب نه یک پاکت گلیر زیاد میده نه کم. ما دوا شدیدن نیاز داریم. اگر شوه یک اتاق پیدا شوه یا مردم هم کاری مینه یا خلاصه همین دوستایی که در خارج هستن هم کاری کنن یک در دوایی که خلاصه در زمستان دمی فصل زمستان در کار هستن اینمی را آماده شد. خب دوستای عزیز بیننده‌های محترم ما فعلا در اتاق یا در معاینه خانه که مربوط به ولادت خانم هستم در خدمت دکتر صاحب و دکتر اینجا هسته در رابطه با مشکلات و خوبی هایی که در رابطه با ولادت میشه اینجا بخش مشوره دهی هم هسته دخترها و خانما را بدون ولادت اینجا همه روزه هر هفته یا ماهانه مشوره میده. دکتر همراه ما هسته صحبت میدیم. دکتر صاحب سلام. سلام آقای نوا، سلام بر شما، سلام به برادرای که ما را از تاریخ ویدیو میگیرن، سلام بر رو تقدیم منم. از جمله این تخت کستانی چبرکه دولاده کستانی خیلی خورده، بعض خانوما خیلی اذیت میشه. خیلی از چارتش مثلا مفته. دیگه این میکم کلانتر که جور کنه باز خوبتر میشه، مشکلات از ما حل میشه. یعنی استاندارد نیست. استاندارد نیست. دیگه این میز کستر از میز اتاق وکسیم گفت قبلا. من فعلا خوشم نیست از او اتاق رادم دی اتاق. اردم دی اینجی از او استفاده منی. اگر او جوش نه فعلا پس بیرم برا. و یعنی این میز یک شما وسایل خمیلی نه در وسایل ولاده بتر همی تفله را در برای ازیه این ایش مربوط چیه؟ ایش هم مربوط از او تفل است خواه ایش هم هسته ایش پر هسته دیگه خواه تفل که نو تولد میشه اینجا ولی؟ آه ایت در برای ازیه دیگه از این جمله اینه چی ندارم که روی از وقت که زمان ولادت که موشه قاموزر بخواهی بشیه قاموز این علمو چا نداره که طرف از این باره یک چا باید بکنه آوشت بین از او باید باره یه خواهم بسته آوزی در بیرون مورد بلی راه دیگه اصلا خوب نیسته وشی. دوستای عزیز کلینیک مجری چندین بخش را که امروز ما بیشترین بخش را یا تمام بخش را معرفی هم مونم امروی دکتر صحبت هم مونم. اینجا دکتر زاکره امروی از مو هسته در رابطه با این بخش معلومات میدونم بخش مشوره دهی به اطفال که بخش اطفال را دولت ها و کشورهای مختلف در افغانستان در رابطه با اطفال خیلی توجه جدی را نشان میده همیشه در رابطه با زنان در رابطه با اطفال. دکتر سلام. سلام خدمت شما آقای نواز صاحب و خدمت برادران مقیم خارج که ما را از طریق قضیه ویدیو میبینه. دکتر در رابطه با بخش کاری خو اینجا که چه کارها را بلده کودکان و اطفال انجام میدی بگی و همچنان در ضمن صحبت های خو در رابطه با کمبوتاتی که دیرین هم اگه بیان کنید در ویدیو. ما اینجا من هستی مشاور تخصصی هستم. اینجا ما وظیفه از ما سه چیزه. مشوره دهنده، مشوره دوا زنای حامله، زنای شیرده، اطفالای زیر دو سال مشوره میدیم در رابطه با تخصصیش. چه قسم تخصصی کنه تا دهنده یک اطفالی صحتمند مسالم به بار باید. اینجا چی تجهیزات دارین؟ اینجا دواها و اینی چیزا را هم دارین؟ دواها اینجا چون هم کلینیک به فرعی هم دوا اینجا نمایه. ما اطفال های کیس گرمیم میبینیم کیس بسوی تغذی روانه. ما اینجا یک ریفر خط داریم کسی اینجا ریفر میدیم به کلینیک پلاس خجور یا هنگوری. خوب اینی ترازویه که شما اینجا در این اتاق ما هیچ چیز ندارم. از وقت که اینجا مقرر شدم ما هیچ چیز ندارم. یه الماریز بخش واکسینه که فعلا بخش واکسین از ما فعال نیسته یک ما گرفتم. این میز چوکی فقط یک اونمو ترازو از خودم از این بخش بگیرم. خوی نه واکسین را همون تا جای شنیدیم که کارش جریان داره و انشالله که باید این کلینیک بخش واکسین هم که فعال شنه دیگه ما ایار که تاولوزو کنم ما چیز نکنم خب میز چوکیست رو گرفته هم شده نره دیگه
خب خیر انشالله ایناشی. فقط اگه می ترازور دارین؟ فقط یک گلمور دارم. وسلام. وسلام. خب تشکر دکتر سید. تشکر از شما. تشکر از برادرای که ما را همکاری نه در این بخش ها. سلامت باشین شما. خب فعلا ما در خدمت آقای رضایی اینجا در رابطه با مشکلات که مربوط خودی ساختمان مربوط بیرونی کلینیک میشه آقای رضایی امروز از موش مو صحبت مونه. آقای رضایی بله سلام علیکم. جان شما جوره بخیر؟ بخیر هستین. تشکر. سلامت باشی. اولا سلام بر بیننده های عزیز. دومن دیگه مشکلات کلینیک خیلی زیاد هست. اولا مشکلات که می در بود که انشالله درم انده ایره نصب مونیم. دیگه مشکلات هایی هست که اینجا گرگوشه هزی یک دو دنه چاپ بازی داشنه. خب آقای رضایی در کی کمک کده؟ در که ملک رضایی. خب آره ملک رضایی کمک کده. دیرم درم در کابل جور کده ما از این هزی تبال تخمین دیروز انده. خب خب یعنی کمک هایی بود که از برادران آره. استرالیا بوده. استرالیا هست. خیلی عالی. و خیر بینگرنن یعنی درم رسیده. آره در چندی در چنده؟ در سه در دو هستن. سه در دو. یک دنه در دیگه هم که یکی در یک بخش پشت سر هستن اونم را یک که داخل هم که انشالله با امید خدا یک هفته بعد دیگه انشالله یه نصب مونیم. خب دیگه همون تو بریم بیا اینجا یعنی مشکلاتو باشت ما مایک نوردم آردین زیاد دور نباشی که توره باید. آره مشکلاتی که اصلا اینجا ولادت خانه هست. خب داخل از این خواهی اتاق ولادت خانه هست. ولادت خانه هست که آوشی آوی بدرفت که اینجا که بور میشه نمیشه که دیگه ایمی تسرشه اماره که جایی نه چا داره نه دیگه داره. خواهی هم نوشه اماره نه؟ نوشه اینجا به خود داخل هم اینجا. خواه باید یک نه چای اینجا داشت نه مشکلاتی که خیلی مهم هست. آره اینجا آقای رضایی آره این چا کسی داشت نه چند در چند باید باشه چا؟ چا حدودن امی خوی یک متر کو حدودن امی دایره زی مایا حدودن سه متر یا چار متر زیدم شایی. خب آره یعنی دیگه چیه؟ دیگه اینجا میخواستیم که داخل ازی بخش ولادت خانه که اگر دشایی و حمام جور کنیم که هم چای امی آو بدرفت از اون باید داخل امزی چا اینجا هم چا نیازه. آره چا نیاز داره. این آو ازی اردو دم یک چا میاد. دم یک چا باید. آره خب دیگه اینی مشکلات ازی. خب خب ده اگر چا را همه تا ایسو صحبت نموریم. آره چا اگر زیدش نه هزی چقدر هزینه در بر میگره یک چا؟ چون قیمت ها اگر معلوم باشه شاید کمک ها بیشتر باشه نه؟ چا هزینهش احتمال داره خب در خانه 15-20 هزار شاید زیدش نه. خب شاید هم کمتر. همه چا یا همه چا؟ نه همه نه یک گونمو قنجه که اینیشه که مثلا اینجا هم بخشه 2 متر باید زیدش نه. اینجا هم اینجا هم چا باشه نه؟ خب مو دوستای عزیز فعلا مو در پشت سر کلینیکی یعنی دروازه پشت سر که از داخل کلینیک مایی دیگه یعنی اینجا یک او مایی او بیرون رفت یعنی اینجا داخل ازی که یک دنه حمام فعلا جور نشده دیگه اگه حمام یک ظرف مرف موشه که اوش هم این در بیرون مایی دیگه چرب و هر چیز که هستن دیگه نه چادره نه دیگه دارن نره که باید اینی یک چاده اینجا زیدش نه اینجا هم چا زیدش یک ضرورت واقعا خیلی ضرور هستن. خب دیگه ضرورت زیاد است اما تا ضرورت که بلش سرش چادر شنه پوی کلگی خبر دارن هزینه ازیم شاید امکان داره دا دوی نملگ وانی مخصوصا شاید این چادر شی؟ آره. خب در دا داخل بیا اینجا کمک هایی که خوندشته اونا رو بگی دیگه برادرای عزیز. خب اینی داخل شی که امیم تابستان که انجینر عزیز خدا مرداش را بیا مرزه خدا خودش را حفظ کنه همیشه که ما در اینجا گفته که ما کف ازیر سرامیک مونم دیگه مسطح مونم. خب البته اینو وعدهش بخش سال دیگه گفته که ما سال دیگه می از نگاهی که مثلا میخواییم زکات و همچی پیسه مسیخ مخلصه پاک کنم
هزینه مو 3000 کمک ازور دینج بشه از کلینیک رین. خب دوست عزیز این آقای رضایی گفت که مستطب و خوف ازیره آقای انجینر عزیز واداشته امزو باشه سال دیگه البته باشه 1392 باشه 1400 که امو پول خوره پاک کنه اینه حساب کتاب شره بگره زکات و هر چیز که مربوطی شرعیش میشه نه؟ آره. اونوار خونداشته و خیر کنه انشالله که امیدوار هستیم که سال دیگه ای را انجام بیده انجینر صاحب. از جمله دوستای عزیز روح الله رضایی از کلانده هم یک چندی پیش خواستار معلومات شدد گفتد که یک معلومات بیدین که امی در رابطه با هاوس اگر بخوایم لولکشی کنیم الا اردو دیشویه مکتب که اونو دیشویه مکتب اونو دوره اره او دورش که 100 متر مایه اره او دوره مو حساب کدیم 100 متر یعنی دورم 120 120 متر یعنی دور مایه از هاوس 150 متر مایه اره دیگه از هاوس طرف کلینیک الا دیشویه کلینیک چند متر مایه 150 متر که موشه 350 نه؟ در کل 350 متر کندنکاری در کار داره اینی را هم آقای رضایی روح الله رضایی خواستار معلومات شده دو امیدوارم که بیتنه در این زمینه هم کمک شنه خیلی خوبه خدا خیر بگنن از تمام دوستا و دوستای عزیز دیگه کسایی که بیتنید کمک کنید کلینیک را کمک کنید مکتب را هاوز را در کامنت بنویسید و هماهنگی که در اروپا هستین در استرالیا در امریکا همراه یک دیگه خو شما میتونید که هماهنگی کنید. یکی دو من دیگه سلام بخشه خوازده عزیز خو که روح الله رضایی هستن. شما گفتدین که مثلا متراژ بگیریم ما قد آقای نوام متراژ گرفتیم که واقعا اینی دشویی ها چا نداره و دشویی هم چا نداره حاصل دشویی چای بهداشتی نداره که باید نام چاز داشنه ما امزو خاطرم بخشای شما معلومات دادیم دیگه معلوم نشد دیگه امیدوار هستم که متوجه به وطن به منطقه داشته شد انشاءالله بازم از برادرهایی که در انگلیس هستن تشکری خاص از کی علی محمد و از حسین و از خداداد که واقعا لطف کردن 3000 پیره ایگدن به خاطر زیاز آوزم که ما خیلی کچه جور کنیم بخش سرسبزی و آشوب میدنی اردوش جدا جدا هستن دیگه اون مورم فعلا هزینه از اونا دیم که به شمولی که 53000 روپی که بچ کنی که آتش شیخ آقای رحمی از اینا که ریک داد فعلا اون مور ما مصرف مونیم دیگه امیدوار هستم که دیگه هم متوجه داشته باشد انشاءالله با امید خدا که یک روپی زایه نمشه کلگیش مصرف میشه به می مردم به می خود شما دیگه خلاصه خب دوستای عزیز یعنی معلوماتی بود یک گزارش بود که ما از کلینیک ته یک دوم امیدوارم که تنیسته باشم خوبی های از کلینیک را مشکلات از کلینیک را همراه از شما دوستا در میان اشته باشم تا ویدیوهای بعد را در خدمتی از شما باشیم خدا یار و نگهدارش.